سلام به هموطنهای عزیزم، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از قسمت‌های مسابقه بین المللی قهرمان. این قسمت ما اسمش هست شانس مجدد. ما سه فینال هفته برگزار کردیم که اونهایی که اومدن به نیمه نهایی دو نفرشون مستقیم رفتن به فینال فینالیستا، دو نفرشون اومدن به شانس مجدد. پس میشه سه تا هفته و شش شرکت کننده ای که امشب با هم رقابت میکنن. اما ما به هشت ورزشکار نیاز داریم، دو نفر به تصمیم تیم برنامه ساز که المان هایی رو در نظر گرفتن، مثل رسیدن به زنگ قهرمان، نیفتادن توی آب، زمان بهتر از بقیه ورزشکارا، دو نفر اضافه میشن به این شش نفر که رقابت حساس و هیجان انگیز امشب نصیبشون میشه و باید بجنگن با هم تا بتونن خودشونو برسونن به فینال نهایی. این شانس مجددیه که تیم قهرمان به ورزشکارا داده تا بتونن خودشون رو به آب و آتیش بزنن. دیگه امشب هر کاری از دستشون برمیاد باید انجام بدن تا خودشون رو برسونن به فینال فینالیست ها. شاید این فرصت خیلی تکرار نشه، اما امشب در اختیار ورزشکارای ماست. خانم آقایان، نوید یک قسمت پر از هیجان و التهاب رو به شما میدم. جایی نرید، تماشاگر مسابقه بین المللی قهرمان باشید. خیلی خوش آمدید. این قسمت ما اسمش هست شانس مجدد. بریم آغاز کنیم امشب رو. من واقعا اگه جای بچه ها باشم تمامم رو میذارم. این فرصت پایانی قهرمان های ماست که بتونن خودشون رو برسونن به فینال نهایی. من خواهش میکنم محمد رضا و علی رضا شریفی رو تشویق کنیم که بیان و به ما ملحق بشن. امشب از اون شباست که دل تو دلمون نیست. علی رضا مبارز از این شباست که خیلی رقابت عجیب غریبه. بریم به سرعت سراغ اولین قهرمان. به ترتیب هفته ما صدا میکنیم بچه ها رو. احسان ملکی رو تشویق میکنیم که به روی صحنه قهرمان بیا. قهرمان بعدی که معرفی میکنم امیر حسین کوچکیه. قهرمان بعدی مصطفی حرمتی رو تشویق میکنیم. قهرمان بعدی از جنوب ایران آرش دهقانی رو تشویق میکنیم. قهرمان بعدی که باید صدا کنیم ویتالی از پرتغال.
قهرمان بعدی ایان فورتونا از ایتالیا. و دو قهرمانی که به انتخاب تیم مسابقه قهرمان انتخاب شدن که همین دوتا برادر آقای ملک‌آبادی آقای خشایارفرد همه تیم پرتلاش قهرمان به این جمع‌بندی رسیدن که الان اینجا کنار ما ایلیا خیلی خونسرد اومد بعد یه هوری سیماش قاطی کرد با هم و بهادر خودپسند رو تشویق میکنیم. آقای سیف هم اومدن خب خیالمون خیلی خوش اومدین و ترجم آقای ویتالی پرتغال که صحبت‌های ایشون رو ترجمه میکنن. دیگه دارین تماشا میکنین، با چهره‌های بچه‌ها آشنا هستین، در قسمت‌های مختلف تلاششون و ورزششون و فاکتورهای مختلفشون رو تماشا کردیم، درسته علیرضا؟ مبارزا بله بله. به هر دلیلی نشد که بشه، اما امشب اینجا دوباره این فرصت رو دارن که دو نفرشون برن به فینال فینالیستای مسابقه بین‌المللی قهرمان. بریم از میهمانمون اول شروع کنیم، هم آقای ویتالی رو صحبت کنیم باشون که Hoje para mim é mesmo o último dia para eu me divertir, acima de tudo. Desejo muita sorte a todos os concorrentes que estão aqui, espero que consigam aproveitar a oportunidade. Infelizmente eu não vou poder porque sinto muita dor no meu pulso, mas desejo muita sorte a todos os concorrentes aqui. خیلی ممنونم که لطف کردید منو تا اینجا ساپورت کردید، از همگی متشکرم. ولی متاسفانه امشب به خاطر درد شدیدی که در ناحیه کف دست و بیشتر از اون در ناحیه آرنج حس میکنم، فکر میکنم که نتونم اون چی که باید رو بذارم و به خاطر همین خاطر خوشبین نیستم که بتونم کمک بکنم برای رسیدن به فینال. ولی تلاشش رو میکنه. وای واسه وای فضا تو دو پسی بسی. Acima de tudo, eu quero divertir as pessoas que estão aqui e claro que vou tentar, mas eu sei que alguns obstáculos eu não vou conseguir mesmo concluir, mas sim, eu vou tentar o meu melhor. سعیمو میکنم، حداکثر سعیمو خواهم کرد، ولی میدونم که بعضی از وسایل رو اونجا وسایل خاص اونجا ممکنه یقمو بگیره و نتونم انجام بدم، ولی بودن در کنار شماها برام همیشه لذت بخش بوده. امشب هم مطمئنا فارغ از هر نتیجه‌ای در کنار شما لذت خواهم برد. ما هم همینطور، ولی چون هموطن کریس رونالدوه ما یه توقعی ازش داریم دیگه، باید تمامشو بذاره امشب ویتالی. Sim, obrigado. Você quer mais atum? Beirim soraga Ian, via pichemo. آره که ما بتونیم با ایان هم صحبت کنیم. احسانی وسط میدید چی میگه؟ میگه با بیرامان پنارتیشو گرفت دیگه، ما اینجا بیرامان. ایان هم دوباره این شانس رو پیدا کرده که به یک قدمی فینال ما برسه و بتونه تلاششو بکنه که جز فینالیستای نهایی باشه. آمادگیشو داره؟ Well, I don't feel ready, but as a true Grahamon, I have to try my best.
میگه حس میکنم آمادگیشو ندارم ولی تلاشم میکنم. یعنی معنیش اینه، منظورش به اینه که چون قبل ساکه گفت انقدر بچه ها همه خوبن دیگه اینجا دیگه جای آره. اشتباه نداریم. خواستم میگه اصلا اسم این اسم اینه که بگیم فینال زودرس به نظر خود این آره مثل لیگ جزیره است خودش کاملا با جهان متفاوتیه. درست قشنگ فینال زودرس مسابقه است و قهرمان اینه دیگه. این خودش به نظرم جزء فینالا محسوب میشه. دل تو دل این بچه‌ها نیست، خیلی هم نمیخوام اذیتشون کنم و الان لحظه‌ایه که بچه‌ها مواجه میشن که رقیبشون چه کسی است. توی نمایشگر ما بندازین. یا خدا وای به امیر حسین کوچکی و مصطفی بهادر خودپسند و احسان ملکی، ایان و ایلیا موحد، تارش دهقانی و ویتالی. خب بچه همینو یه حلقه بزنیم ایلیا. بچه اینجا یه بقیه آشنا. آقای سیف شما هم داشت بیه؟ با یه سه، دو، یک. خب بریم دیگه بی بهانه آغاز کنیم امشبمون رو. نیما و سعید هم هستن، باید دیگه امشب به نظرم خیلی اتفاقات عجیب غریبی خواهد شد. از بین این 8 ورزشکار 2 نفرشون این شانس رو دارن که دوباره سعید نیما بتونن مستقیم برن به فینال فینالیست ها و این اولین باره که ما میگیم 2 نفر فینال فینالیست ها. 6 نفر متاسفانه منزل. پس خیلی هیجان انگیزه این رقابت امشب. این آخرین شانسیه که به ورزشکارامون میدیم و میتونن بیان و خودشون رو به فینال نهایی ما برسونن. امشب باید از آغاز مرحله 1، مرحله 2، 3، 4، 5، 6 یعنی تا بالای شیب بچه ها باید خودشون رو برسونن تا موفق شن یه مرحله جلو برن امشب و خودشون رو برسونن به نیمه نهایی امشب. بریم آغاز کنیم. اولین قهرمانی که به روی صحنه میاد کسی نیست جز امیر حسین کوچکی. بله ما توی فینال هفته خوردیم به زلیم، بعد جلو هم بودم ازش، سر یه سهلنگاری سر یه اتفاق کوچیک حذف شدم. الان اومدم که امشب برندشم و برم بالا زلیم رو شکست بدم، چون فقط به امید این اومدم که زلیم رو ببرم. هیجان بیش از حد بودش، یعنی هیجان کنترل نشده بود و بیدقتی. یعنی به هر کی بخوریم من صدمو میذارم، اگه لیاقتشو داشته باشم میرم بالا، اگه نداشته باشم که دیگه. رقیبش، حریفش مصطفی حرمتی رو تشویق میکنی. منه که میشناسید میگه مرحله مقدماتی اومدم بالا، مرحله نیمه نهایی رو یکی بردم یکی باختم. یه لطفی شد در حقم، یه شانس مجدد دادم. سخته این شانس مجدد، از فینال فکر کنم سخت‌تر باشه. ما تلاش میکنیم دیگه، هر کی زحمت بیشتر کشیده باشه حقش دیگه میشه جانش. این دوره محمد توسرای قهرمانه انشالله. 70-80% بله.
دیگه امشب شب سرنوشت ساز بچه هاست حتما. که حالا امیر حسین رو که میدونم، امیر حسین با خانواده اومدی درسته؟ بله کیا بله. هستن؟ پدر مادرم هستم، مادر بزرگم و عزیزم. خیلی خوش اومدی، مامان بزرگ داریم امشب، مامان بزرگمون رو تشویق کنی. الهی زنده باشین همیشه، همچنین پدر مادر. دیگه یکی دیگه هم بلند شد، پسر خالم و دختر خالم هم هستم. نه نه بغل مامان بزرگ اون دختر خالمه، دختر خاله بار. پسر خاله دختر خاله. شما پسر خاله ای درسته؟ شما هم پسر خاله ای؟ دوتا هم داداش هم هست. آها چرا نمیگی پس؟ دوتا داداش ها که جفتشون چقدر هری پاتر دارین همه تون. مصطفی جان هم که دیگه مردی شده واسه خودش دیگه، به نظرم خودش پدره مصطفی، یعنی خودش خانواده است. یه تشویق درست در بون مصطفی رو هم بکنیم و ایشالله بریم رقابت بین مصطفی و امیرحسین رو ببینیم. خانم آقایان رسماً آغاز میکنیم رقابت اول امشبمون رو. بریم ببینیم بین مصطفی و امیرحسین کدام یک موفق میشن به نیمه نهایی امشب راه پیدا کنن. 3 2 1 چطور امیرحسین مصطفی؟ یکی برای صعود به محله من و یکی راهی منزل میشه. انگار حرکت ها داره تکرار میشه بین دو نفر، خیلی شبیه به هم دارن پیش میرن، خیلی همه چیز برابره. سریع میرن مصطفی رو نگو هر دو ورزشکار فوق العادن، دقیقا تو یک مسیر قرار گرفتن و به تور رسیدن. اهله سخت میتونه نشون بده که کدوم ورزشکار میتونه حریفشو جا بذاره. آخرین شانس امیرحسین و مصطفی است و حالا هر دو پشت در اول، امیرحسین عالی رد شد، مصطفی هم رسید. الان همه پشت درب دوم منتظرن ببینن که کی زودتر رد میکنه، که اون امیرحسینه. امیرحسین یه مقدار جلوتره، اما این شیوه درد سرساز ما میتونه سرعتگیر باشه برای هر ورزشکاری. امیرحسین در سوم هم رد کرد همزمان مصطفی. مصطفی خودم گفت بنای مصطفی چرا نزدیک هم این زمان مصطفی اومده، حالا هر دو دارن چون رو بالا میرن. هیچ کدوم از این دو ورزشکار خیال باختن نداره، با تمام انرژی تو رو گرفتن و بالا میرن. میرسن تقریبا به مرحله آخر، مرحله مهم شیب که اونجا نشون میده کدوم نفر قراره به نیمه نهایی بره. ببینیم امیرحسین چقدر زودتر از مصطفی میتونه برای اولین بار شانسشو امتحان کنه. تجربه داشته باشن میدونن که همین کفش عوض کردن و سرعت بخشیدن چقدر میتونه بهشون کمک کنه. حالا اونجا برادرای شریفی هم بهشون کمک میکنن. ببینیم چقدر زمان لازم دارن تا شیب رو بگیرن و رقیبشون رو حذف کنن از دور رقابت. هر دو خیلی خوب تمام آیتما رو پشت سر گذاشتن. این مرحله خیلی خیلی حساس و هیجان انگیزه. امیر حسین کوچکی حرکت و نه انرژی سالن پایین است. انرژی سالن پایینه. تشویق کنیم ورزشکارامون رو. با مصطفی کفش عوض کنه فکر کنم امیرحسین یه بار دیگه میخواد اقدام کنه برای بالا رفتن از شیب. نه فاصله داره دستانش با اون پایان شیب. حالا مصطفی هم تو منطقه شیب خودشو قرار داده، به امیرحسین هم خسته نباشید میگه. ببینیم مصطفی چی کار میکنه تو مرتبه اول. مصطفی حرمتی میره و نه خیلی مصطفی نزدیک بود، نزدیکه دستش برسه اون بالا و بره، خیلی خطرناک شده. شاید حسرت این ثانیه ها را یک کدوم از این ورزشکارا بخوره در پایان مسابقه فعلیشون. حالا حرکت امیرحسین، به نظرم استارت پرقدرت تری باید داشته باشن، دورخیز مناسب بسیار بسیار تأثیر گذاره. مصطفی برای بار دوم شاید میخواد شانسش رو امتحان کنه. ببینیم شرایطش به چه صورت خواهد بود. هنوز که نرفته برای بار دوم، اما نزدیکه.
لحظه بسیار حساس و مهم این مسابقه است. مصطفی برای بار دوم، مصطفی گرفت بالا رو تو زنگ پایانی رو به صدا در آورد. حسینی که تونسته بود تو فینال هفته با به خوبی شیب رو تیک کنه، اما این بار با حذف از مسابقات خداحافظی میکنه با مسابقه یه قبل. بالا تمام. بازم شانسش رو امتحان میکنه که ناموفقه. امیر حسین کوچکی در بالا رفتن از شیب و اینم حرکت نمادین مصطفی. ایمان میدونم خیلی حرص خورده از اینکه بچه ها تعلل کردن. بله، مصطفی رفت و زد و حرکات آکروباتیک انجام داد و امیر حسین تشویق کنین هر دو ورزشکارمون و هر دو خیلی تلاش کردن برای این مرحله. بله، آقای مصطفی حرمتی از فرصتش استفاده کرد و یک مرحله در برنامه امشب به جلو میره و به نیمه نهایی امشب راه پیدا میکنه. امیر حسین هم تلاششو کرد ولی متاسفانه نشد دیگه. چند بارم امتحان کرد، زودتر از مصطفی هم رسید ولی خب نشد که بشه. بله، میره پیش خانواده امیرحسین. باری کلا مصطفی چی شد امیرحسین؟ چند بار امتحان کردی؟ دفعه اولی که رفتی؟ دفعه اولی که من زدم خیلی حیف شد. یکی اینکه دستم باز شد ولی این همش بهونه است. دو اینکه دستم رو پود زدم خیس بود، یعنی نتون اصلا گرفتم ولی انقدر خیس بود سر خورد. بازم این بهونه است و توانایی آقا مصطفی بالاتر بود و ما شالله بهش. آفرین، باریکلا. یعنی بخوای بهونه بیاری؟ نه آخه اصلا بود. نیاز به بهونه نداری. تو یه بار رفتی این شیبه رو. بله، همین حسین مسابقه با زلیم تلاش یک زدم گرفتم ولی این سری دیگه فدای سر مسابقه است دیگه. امیر حسین گاهی اون شکلی گاهی این شکلی دیگه، این رسم همه مسابقات دنیاست. هر کاری بکنی یه سرش برده یه سرش باخته، کاری نمیشه کرد. ولی صادق بخوام باهات باشم، خیلی تلاش دفعه اولت حیف شد چون کاملا اون لبه رو گرفتی، انگار نمیدونم اون چیزی که من تو تصاویرم دیدم، آره انگار گرفتی ول شد یا زورت نرسید. نه زورم که میرسید ولی دستم سر خورد، یعنی پودره با آب قاطی شده بود، یه ذره خمیر توری آره، شده خمیر شده و سر خوردش. بعد کیک میپختی اونجا برام. خیلی خواه امیر حسین رو تشویق جانانه بکنین، هم ورزشکار با اخلاق هم پسر دوست داشتنی. خب آقا مصطفی تلاشش با اینکه باز در پوشیدن کفش یه ذره یه متانتی به خرج داد، اما تلاش های امیر حسین اومد به کمک مصطفی. یه دونه از اون تلاش های امیر حسین گرفته بود مصطفی، الان تموم بودم. بله، همون تلاش اولش که گرفتم که از همه هم خطرناکتر بود. تلاش اولش گرفتم و تو داشتی هنوز کفش میپوشیدی. من بله، بیشتر تمرکزم رو کار خودمه. چی میشه اونجا مصطفی؟ نفس میگیری؟ این کفش پوشیدن خب این نفس گرفتن خودمه، 100% مدیریت میکنم نفسمه. نفس تو عضلات هم بیا بتونم راحت تر و سریع‌تر. حالا جدا از همه اینا، من خیلی ناراحت شدم که امیر حسین باخت. من بیشتر از خودش، این مادرش ناراحت شد. این برای من خیلی نه، مادر میدونه که زندگی بالا پایین داره، از الان حتما که به امیر حسین یاد داده که یه روز بالایی یه روز پایینی، یه روز برده یه روز امیدوارم. باخته خیلی حالا حالاها وقت داره خودشو برسونه به درجات عالی تر. 15 سال اختلاف سنی فکر کنم داریم. آره آمیز. حالا جا دارن انشالله قهرمان جهان. بله حتما، ایشالله ایشالله یه روزی مامان امیر حسین
پرچم این مملکت رو تو دنیا ببره بالا. ان شاء الله. خیلی خوب، اولین رقابت رو تماشا کردیم و مصطفی تونست که به نیمه های امشب برسه. هم مصطفی هم امیر حسین رو تشویق میکنیم و آماده میشیم برای رقابت بعدی. بعد بریم خانوم ها آقایان رقابت داغ و هیجان انگیز ببینیم بین ایران و پرتغال. تماشاگرای عزیز، بله دیگه هر وقت اسم ایران میاد دیگه تماشاگرای ما از خود بی خود میشن. بریم سراغ دو قهرمان. اول تشویق کنیم آرش دهقانی رو. سلام و درود. مسابقه قبلیم اصلا یه اتفاق نادر پیش میاد، خودم اصلا توقع نداشتم اینجوری بشه. هی به بچه ها میگفتم 50% مسابقه زور، استقامت، سرعت، 50% دیگهش شانسه. نمیدونستم قرار سر خودم پیش بیاد یه جوری اصلا بچه ها میگفتم، گفتم مثل تیر ولت کردن. یه جوری سرعتم زیاد بود که اومدم پایین خوردم به باکس افتادم تو هم. اصلا عجیب بود. آره دیگه اینجوری شد که اومدیم شانس مجدد که جبرانش کنیم. ماشاءالله همه بچه ها قوی هم. ایلیار میشناسم، آقا مصطفی رو میشناسم، احسان ملکی رو میشناسم، بچه ها همه رفیقا هم. حریف اصلیم فکر میکنم آقا مصطفی باشه. آره من هم بگم که امروز میخوام قهرمانی امروز کادو بدم، چون پس فردا تولدم، به مامان بابام، استادم و همه. و ورزشکار پرتغالی مسابقه بین‌المللی قهرمان ویتالی رو تشویق میکنیم که بره صحنه بیاد. I'm happy because I have other chance, but my hand it's really pain. I feel I maybe when I feel in wall. I don't feel yesterday because adrenaline, and today when I wake up I feel a lot of pain. I think I can't do everything. I just want fun, you know? I just want run and fun. رقابت بین ایران و پرتغال به دستش هم اشاره میکنه ویتالی که به هر حال یه مصدومیت جزئی داره و همچنان هم کفش پاش نیست و خیلی از قسمت‌ها رو شما ویتالی رو تماشا کردین که خیلی اعتقادی به کفش نداره. ببینیم بین نماینده ایران و پرتغال چه اتفاقی میفته. 3-2-1
آرش احوازی ما اومده تا بیتانی از لیسبون رو حذف کنه. یه حرکت جالب و خارق‌العاده رو انجام داد. ویتالی به نظرم یخ مسابقه رو آب کرد با این حرکت. ویتالی با این حرکات نمایشیش هم با اون مصدومیت جریبانش رو گرفته و نمیذاره پیشروی کنه و آرش کار راحتی رو قاعدتا خواهد داشت برای صعود به مرحله بعد. آرش خیلی خوب داره آیتما رو یکی پس از دیگری پشت سر میذاره. ویتالی رو پله سعی میکنه تلاششو بیشتر کنه و نه برون میاد تو آب و کار برای ویتالی پرتغالی تو این لحظه تموم میشه. حالا که آرش تن به آب زده میتونه حالا بیاد و یه قلقگیری هم انجام بده و باید مسیر ما رو تا انتها طی کنه و البته براش تجربه خوبه میشه تا با رقیبش که از بین ایان فورتونا و ایلیا انتخاب خواهد شد رقابت جونداری رو برگزار کنه. دورا داره خوب بالا میره. ویتالی مورد تشویق قرار میگیره. بسیار ورزشگاه حرفه‌ای و قدرتمندی بود ویتالی، به خاطر آسیب دیدگی نتونست مراحل رو تا پایان پشت سر بذاره و حالا آرش فرصت داره شیب و بالا بره و زنگو به صدا در بیاره. آرش به کمک علیرضا شریفی اونجا کفششان تعویض میکنه، یه خوشبشی هم با ویتالی داره. ویتالی هم بهش نکاتی رو میگه برای که شیب رو راحت تر طی کنه. توی مراحل قبلی ویتالی نشون داد خودش که چقدر تو شیب هم ورزشکار خوبیه. حالا اینجا کمک هم میکنه به نه هولر خودش برداشته برای خودش، فکرم برداشت آرش رو کمک کن هولر برداشته ولی خودش. کمکش کرد دیگه نیما خودش رو داره آره، ولی قبلش سعید گفت کمکش هم که یه روحیه هم داد به آرش دیگه. من فکرم خیلی قراره کمک کنه، خیلی نه یه کمی کن. حتی بزرگترین کمک بهش این بود که خودش افتاد تو آب و آرش چقدر خوبی چقدر خوب و راحت آفرین به آرش، چقدر خوب و راحت شیب و میره با خودش رو به مرحله نیمه پایانی میرسونه. با توجه به شناختی که نسبت به ویتالی ویتروک داشتی اگر هم میرسیدن توی زمان مشخص به این مرحله قاعدتا آرش میتونست به راحتی بیاد و زنگو بزنه. حالا ویتالی هم میخواد با وجود مصدومیت شانسشو امتحان کنه. رفت و نه موفق نشد. ماشاءالله به هر دو ورزش تشویقشون کنیم. واقعا دستش همونجوری که در ابتدای برنامه گفت یه دردی داشت، ولی اومد به احترام این برنامه، به احترام مردم ایران، مراحل رو با آرش دهخانی رفت، ولی واقعا دیگه اون پله دستش رو تحت فشار قرار داد و خوشبخت ترین فرد این لحظه ما آرش دهخانیه که چقدر خوب بود روی شیب. کاش این رقابت پایا پای بود، کیف میکردیم قشنگ. برای بردش بیشتر میچسبید و کیف میکرد. ببین اصلا آرش نمیدونست ویتالی نیومده. من بهش گفتم گفت داری شوخی میکنی با حالا بس گفتم نه بابا نیومده. یه نفس میدونی دستش خیلی تحت فشار بود. واقعا ازش ممنونم، از ویتالی بابت حضورش در ایران، حضورش امشب در مسابقه قهرمان. رسم حرفه‌ای‌گری رو کاملا پیاده کرد، با وجود مصدومیت اومد و کنار رقیبش ایستاد و تلاشش هم کرد، دو تا حرکت نمایشی جذابم به یادگار گذاشت، ولی خب اون پله گرفتارش کرد دیگه، مصدومیت نتونست ادامه بده. ممنونم ازت. Muito obrigado por me terem convidado para este programa. Foi uma experiência incrível. Eu adoro as pessoas daqui. O público é muito forte, tem muita energia. Agradeço a todos os concorrentes por me terem dado essa energia também para competir. A produção toda também foi muito incrível comigo. Agradeço a toda a gente imenso. Não consigo descrever a minha gratidão por toda esta oportunidade. Muito obrigado. من انرژی رو فهمیدم. واقعا نمیدونم که چطور میتونم از تمامی عوامل برنامه تشکر کنم. در واژه نمی گنجد آنچه این برنامه به من داده، لذت حضور اینجا به من داده. بسیار متشکرم از جناب علی، دوستان بیرون و داخل صحنه. ممنونیم ازش. باید از ویتالی خداحافظی کنیم. این آخرین قابی است که از ویتالی پرتغالی در مسابقه قهرمان تماشا میکنین
و سوال همیشگی من، ویتالی اگر بخوای یک چیز رو به یادگار از ایران ببری، اونجا به دوستات تعریف کنی که مثلا ایران بودم، یه نکته بارز رو بهشون بگی، اون چیه؟ Observar o vosso trânsito, como vocês conseguem conduzir com tanta tranquilidade e tanta confusão. Na minha terra isso não acontece assim e é mesmo impressionante o vosso dia a dia. Muito obrigado por me darem essa experiência para poder observar isto tudo. ممنونم که به من اجازه دادین تجربه حضور در ایران رو داشته باشم. ببینم که افراد چطوری با سعی صد و با انرژی خوب میتونن از پس مشکلات بر بیان. این اتفاقیه که همه جای دنیا اتفاق نمیافته. این نشون میده که مردم واقعا قوی هستند و جای تبریک داره. من هم بسیار خوشحالم که تونستم در این تجربه زیست بکنم. به افتخار مردم ایران دست بزنیم که ما هرچی مهمان خارجی داشتیم این جور از مردم نجیب عزیز صبورمون تعریف کردن و من به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم که همزبان شما، هم میهن شما، هم شهری شما و نمیدونید چقدر کیف داره وقتی یک میهمان خارجی اینجوری از ما تعریف میکنه. اینجا جا داشت که آقای دهخانی بگه چطوری کیریس؟ بفرمایید آقای دهخانی. من خود انگلیسی بلد نیستم ولی اشکال نداره، منم بلد نیستم ولی خود یه جمله مشترک بلدیم. خب میدونم میدونه جنشی ویتالی آی لوف یو. بابا باریکلا. آره باریکلا، باریکلا به معرفت. خلاصه ویتالی پسر قویه. من فکر کردم پا به پام پیش آبه، یعنی من اصلا راستم اونگاه نمی‌کردم. وقتی رفتم رو تور پایین ران کردم اصلا دیدم نیست. ویتالی نیست. بعد که اومدم پایین دیدم ویتالی اومد کنارم دیگه اونجا متوجه شدم. خیلی عالی، بسیار خوب بودی. خلاصه که خیلی هیجان انگیز بود. برای ما هم هیجان انگیز بود. بهت تبریک میگم. مخلصیم. و یه جمله انگیزش بگم. بله. اگه داری تو تاریکی به سر میبری، روشنایی نمیبینی، شاید اصلا خود تو نوری. تو خود نوری. آه خود خدا. جانم. آره دیگه. باریکلا. آفرین. خیلی خوب. علیرضا و محمدرضا خیلی عجیب بود که با اینکه دستش مصدوم بود یه دو سه تا حرکت اینجاها زد که خیلی همچی خشک و خالی هم رقابت‌ها رو ترک نکنه. نه آره، به خاطر اینکه قبلش گفته بود من شاید توی دست کم بیارم اما دوست دارم مسابقه هیجان انگیز بدم. گفتم یعنی می‌خوای انصراف بدی؟ گفت از تلاشم دست بر نمی‌دارم. مطمئنم هم آرش خیلی ورزشکار خفنیه. زمانی که رفت روی پله باز من بهش اشاره کردم به دستت فشار ندار، به من یه نگاهی کرد که دارم تلاشم می‌کنم و یهو تک پله رفت، یعنی تک دست تک دست خیلی رفت و خیلی هم ناراحت کنم اما آره. خیلی سخت بود اتفاقا با اون دست میدونی و خیلی جالب بود برای من، نتونست دیگه ولی متاسفم. بله حیف شد. بسیار ورزشکار خوب و درجه یکی بود ویتالی. مجدد ازش ممنونم به خاطر حضورش در ایران، به خاطر گرم کردن رقابت قهرمان و براش بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدواریم که ویتالی رو دوباره در ایران ببینیم به هر بهانه‌ای. و حالا نوبت تماشاگرای ایرانی ماست که یه جوری بدرقه کنیم ویتالیو که به یادگار با خودش ببره پرتغال. ویتالی سراغ دو قهرمان ایرانیمون. اول تشویق میکنیم احسان ملکی به روی صحنه بیا. چه میخواد بکنه این احسان ملکی؟ چه میکنه این احسان ملکی؟ دیدم شماره مسابقه قهرمان افتاد، جواب دادم، گفتم زنگ زنگ تبریک بگید، گفتن نه واسه شانس مجدد چیز شدی، انتخاب شدی. بچه ها همه قوی هم ولی خب من از همه شون قوی ترم دیگه. بهادر خیلی چغره، اصلا بهش نمیخوره اونقدر خوب باشه. یاش از انزانش آقه.
و حریفش، رقیبش در این لحظه بهادر خودپسند رو تشویق میکنیم. یا الله را اصلا ویل نمی کنم. من اومدم که برم بالا. اوزا خیته. یعنی دیگه کوری اصلا ببین از حد کوری گذشته. یعنی یا اول فصل. خواهش میکنم اینو بذارید که من الان بعد اون مسابقه هم تا الان از دیگه دو هفته و نیم سه هفته گذشته واقعا تمرین نداشتم. واقعا یه روزش رفتم باشگاه اونم نتونستم تمرین کنم و الان اومدم خدمت شما و مسابقه بزرگ قهرمان. شانس مجدد یعنی تایی تو گذاشتی که اومدی دیگه. احسان ملکی با من بیفتی تا آخر عمرت افتادی. من با احسان ملکی خیلی کلکل دارم. داداشم رفیقم بچهای زنزانن. این زنزان من چی صداش میکنم. چشممون روشنه، دلمون روشنه. با دعای خیر مادر میریم جلو ببینیم چی میشه. حالا هر چی با فیگورای مختلف به هر حال میاد و خیلی نمایشی و همچین میاد به جفتشونم. هم به احسان هم به بهادر خدا رو شکر به آغوش ختم شدین خط و نشون. بریم ببینیم که بهادر و احسان چه میکنن. باور نمیکنم. فکر میکنم دارم خواب میبینم که اینجایی خیلی حالم خوبه. نمیدونم آره 100,000 مرتبه شو. آقای قیاسی جان من فهم میخوام یه چیز بگم جان. بالاخره بزرگترات توی یه جمعی حالا چه دو نفر چه ده نفر کوتا میان دیگه. بله ما الان کوتا اومدیم بذار بعضیا فکر کنن چه خبره. بزرگ ماست آقا بهادر. ولی خبری نیست. ببین دارم برات میدونی یه کلکل باید ببینیم که کی موفق میشه زنگو به صدا در بیاره. پشت خط زرد آقای ملکی بعد از اعلان پشت خط نمایشگرای ما و صدای بوق حرکت میکنیم. بیان بهت میگم بریم ببینیم بین بهادر و احسان کدوم یک موفق میشن وارد مرحله نیمه نهایی امشب بشن. 3 2 1 بهادر و احسان کارشون رو شروع میکنن. جدال مرگ و زندگی برای این دو ورزشکار. دو ورزشکاری که واقعا خوب بودن. حقشون هست تو فینال فینالیستا حضور داشته باشن. تو مرحله پله قشنگ مساوی با هم دارن جلو میرن. عجله هم نکردن و به منطقه تور رسیدن. از قبل هم میدونستیم که این یکی از بهترین رقابت هایی که قراره برگزار بشه. الان هم میبینیم که چقدر همه چیز برابر پیش میره. یکی از ویژگی هایی که هر دو ورزشکار ما داره اینه که خیلی سرعتی هست. هر دو در اولو رد میکنن. درب دوم خیلی مهمه. باید بریم کدوم نفر پیش میفته. بهادر رد میکنه. احسانم حالا عبور میکنه. هر دو پشت درب سوم استخر ما هستن. با توجه به دستای کشیده جفتشون من فکر میکنم همون مرتبه اول یکیشون بتونه بالای شیب ما رو بگیره. بهادر عبور کرد. احسانم رسید. تقریبا چون همه چیز مساویه شیب نشون میده که کدوم نفر میتونه به مرحله بالایی بره. طبیعتاً بهادر با توجه به اون اتفاقی تو استخفاق جلوتره و زودتر خودشو تو منطقه قرار بده که بتونه شیب ما رو امتحان کنه. باید سعی کنن سری باشن تو این کفش عوض کردنه. سری باشن تو خوش شدنه. لحظه ها ثانیه ها واقعا اینجا تاثیرگذار و حیاتیه. حالا هر دو میرن پیش برادرای شریفی و مشغول تعویض کفش ها هستن. طبیعتا خوششون رو خوش میکنن تا با بهترین شرایط بتونن شیب ما رو امتحان کنن. باید یه مرحله به قهرمان اضافه کنیم سعید نیما. یعنی استخ، تناب، کفش، شیب. کامل کفش رو اضافه میکنیم. احسان خودش آماده میکنه که اولین بار شانسش رو امتحان کنه.
احسان ملکی میتونی یا نه؟ اونجا دوربین هست، دوربین صحنه رو دیدی؟ همه تو شوک کرد که کدومشون زودتر زد. اینجا مسابقه بین‌المللی قهرمانه و حتما تصاویر رو به همه حضار و بیننده‌های تو منزل نشون میدیم تا نفری که صعود پیدا میکنه به دور بعد مشخص بشه. این یعنی رقابت در مسابقه قهرمان، دوتاشون برای بار اول کشتی و امتحان کردن همزمان رسیدن و الان در اتاق فرمان ما من دستم زیتر خود حالا تو باید دوستان تماشا میکنن که من زدم بد تو زدی میگه من زدم بد اجازه بدی تماشاگرای عزیز خیلی لحظه حساس و هیجان انگیزیه. الان در نمایشگاه الان چیه؟ نمایشگرها به همه نشون میدیم. نفر اول از سوال از تماشاگرامو بپرسم، فقط جواب منو با دست زدن بده. اونایی که میگن احسان ملکی زودتر زده بزن، اونایی که میگن بهادر زودتر زده بزن. یعنی چی جوری میشه؟ چه شکلی میشه؟ چه شکلی شما از اینجا اونجا رو دیدین که این چی جوری با؟ آقا ایمان واقعا چه شکلی؟ آقا گیاسی من وقتی زنگو زدم بهادر شمال بود، من زنگو زدم برداشتم رو کلم بهادر جان زنگو کنیم ببینیم. ما در نمایشگرمون نشون میدیم که همه تماشا کنن، هم بیننده های داخل منزل. نهاد احسان ملکی باشه داداش جیگر، خیلی قوی، خیلی قوی اینجا، خیلی قویه، واقعا قوی. انها حریفی بود که آقای قیاسی واقعا تا الان بهش نگفتم از روزی که اومدی حالا که فهمیدی بردی بهش میدی. آره نه تا حالا نگفتم واسه هم خونشو رو انداختید با من. آخه این فینال باید میخورد به من. آره دیاسی نفستون بیاد بالا. من یه چی فقط بگم یادم میره بفرد. از همون اول دیدار اول کوری خوندیم برای هم تو همینجا که بیاییم بالا اینجا هم برای کردن گفتم اسم شمعنی کم نه فقط برو صده تو بذار و صدهشو گذاشت. گذاشت تنها حریفی بود. من نه از روسیه ترسیدم نه از لبرانیه ترسیدم، تن حریفی بود که ازش ترسیدم و واقعا صدمو گذاشتم چون توی آب توی آیتم دو توی آیتم سه واقعا قویه. یعنی میتونم بگم قدرت بدنی شاید با ما یکی باشه ولی دیگه زنگو کسی میزنه که قدرتش بالا. و این تفاوته علیرضا و ممرضا زیر یک ثانیه است دیگه. خیلی نزدیک بود. خیلی باختیم به ثانیه باخت. بعدم باختی. باختی. بعدم باختی. ببین دو تا کیان. من 20 و اندی قسمت
بیننده های محترم، اصلا نذاشتم کسی نفس بکشه چه بسه حرف بزنه. ببین این دوتا کیان که نمیذارن من حرف بزنم. ما جسارت نمیکنیم دولت از من حتما هست دیگه، خیلی به من ایراد میگیرین که زیاد هست دولت بگم، ما جسارت نمیکنیم. ولی من میخوام اینو به آقای ملکی بگم، اینقدر گفت من داداش کو چجوری گفت من که حالا ببین ریاکشنشون بوده من گفتم بابا رو وایسادم بشین نماز شکر بخون. نماز شکر بخواد ببین نده با. برو خونه عزیزم، برو تا فردا دعا کن. خدا رو شکر کی زنگ زد قشنگ تو کوچه ما گل کوچیکه. آقا یه چیز دیگه هم شد، یکی از بچه‌ها گفت دعای مادر جفتتون پشتتونه. ولی واقعا حضور مادر اینجا یعنی قهرمان. بله حضور مادر یعنی قهرمان. خیلی هم خوشحال شد مامان بهادر، ولی فاصله انقدر نزدیکه که پام سر خورده، فقط عمون نمیدادم بهش. پام سر خورد برده بهونه میاره. چی بابا زنگ زدی بهونه میاره؟ ببین میباخ چیکار میشه. نه ببین میباخ چیکار میشه. دوباره چی شما طرفدار من بودی؟ بعضی موقع حرف زدن زیاد این آفتا رو داره. بابا اینا همه این بر با من بودن. ولی عجیبه الان اگه آقای ملکی و آقای خودپسند و تماشاگرامون اجازه بدن من گلوم پاره شده. دو جمله من بگم و اجازه بریم سراغ رقابت بعدی. بسیار دلچسب و جذاب بود رقابت بین بهادر و احسان. خیلی پایا پای و برای اولین بار دو ورزشکار همزمان با هم حرکت کردن، همزمان با هم برای بار اول تونستن شیب ما رو فتح کنن و باز برای اولین بار با فاصله کمتر از یک ثانیه بتونن برسن بالای شیب و زنگ ما رو به صدا در بیارن. برای احسان ملکی که بسیار ورزشکار ما یه اصطلاحی داریم میگیم خوشمزه، از روز اولی که اومد اگه خاطرتون باشه کلی باهاش کیف کردیم، خندیدیم، من کلی باهاش شوخی کردم، قرار بود اون تندیس رو ببره خونه و من از اجرا خداحافظی کنم که خدا رو شکر من الان میتونم به، یعنی من الان یه شغل دارم حد دارم. آقای اگیاس تلویزیون بدون شما بیمزه است، فقط به خاطر تو کردی. فقط به خاطر تو. دمت گرم عزیز دلی. من ازت ممنونم که اجازه دادی من یه کاری داشته باشم. برو دعا کن بهادر برد. آقا این تندیس نمیره زنجان، بهت گفتم یا میره شمال یا تهران میمونه. تمام دعا کن آقا تندیس خدافظی نکنم. یکی میکروفون از بهادر بگیره لطفا، متشکرم. یه تکنیک بلدم و گردن رو میگیرم میخوابونمش. آقا دو دقیقه لطفا بهادر جان. نمیشه که اصلا شما تو خونه چی میکشی از دست این؟ ولی رقابت و یه سربرد یه سرباخت این که خیلی مشخصه و احسان ملکی سعید نیم و علی رضا مارزا، این واژه به نظرم اینجا کاربرد بیشتری داره تا مثلا ما میریم شیشتا میخوریم میگیم چیزی از ارزش های ما کم نشده. اونجا تمام ارزش ما کم شده، ولی اینجا که یه رقابت پایاپای اتفاق میفته، دو تا ورزشکار در تراز خفن با هم رقابت میکنن، اینجا میشه گفت چیزی از ارزش‌های فنی ورزشی آقای ملکی کم نمیشه. یعنی این باخت محسوب نمیشه چون جوندار تا پایان با بهادر رقابت کرد و فاصلش زیر یک ثانیه بود. بهادر با من رقابت آقا زنگو نه فقط من یه سوال تماشا نه من یه سوال تماشا چه من هیچی نمیگم تماشا چیا کی برنده است دیگه واضحه دیگه بهادر من واقعا حرفی ندارم. از من بپرس شما که قلبا از من بپرس بفر. آقا قیاسی کی برنده؟ احسان ملکی. از من بپرس آقا قیاسی با کمال احترام و با تمام وجود به این مسابقه بله. که جفتمون هزارمون رو گذاشتیم بله. تا دقیقه و ثانیه‌های آخر بله. کی برنده است؟ احلقا خانم. اون بیلو میارید خاموشش کنیم بریم داداش زنگو زد سعید بهادر هنوز باورش نشد و برده سوالو دیدی از تماشاگرا قشنگ احلقا خانم جوابش نبود. تماشاگرای عزیز کی برنده است؟ تمام آقای اینا واقعیه یا دوربین مخفیه؟ نه بهادر هنوز باورش نشده برده، میخواد به ما هم ثابت کنه. علیرضا و محمدرضا ما شاید با... اگه من برم باور کنه برده. من رفتم همگی خودن احسان ملکی و بهادر رو تشویق کنیم. با بهادر میریم به نیمه نهایی.
و با احسان ملکی خداحافظی میکنیم. آقا ما شاءالله. دوتا تو خیلی عالی بودی. ماشاءالله. دمت گرم بابا. دمت گرم. شانس آورده آخره به سر. ان شاء الله ان شاء الله. شانس 100 ثانیه بزرگ می‌کنه. تو بردی داداش. بابا من جلوی دوربین میگم احسان ملکی آقای سوسرایی هم اینجا. برو خدا رو شکر یه نفر 100 ثانیه اختراع کرد. احسان جان باز من دارم میگم تو برنده باشی. مشتری 100 ثانیه کیه؟ چه رقابتی خب مصطفی حرمتی و بهادر خوردن به هم، از این ورم آرش دهقانی اومده، باید منتظر این رقابت آخر در این مرحله بمونه ببینه از بین ایان و ایلیا کدومشون حریفش میشن در نیمه نهایی. بریم اول ایلیا مبهد. واقعا حس خوبی داشتم، اصلا توقعی نداشتم، فکر کنم برای زودتر میگم من قرار بود برم علی گودرز مسابقه بدم، مسابقه آسیایی، مسابقه جهانی دارم و مسابقات آنلاین. البته سر همین اینطوری بودم که اوکی دیگه برم به کارام برسم. امروز قرار بود برم علی گودرز صبح کنسل شد، اومدم اینجا چون شب قبلش بهم گفته بودم و خیلی یهویی شد همه چی و این دفعه 100% کاتینیو عوض کنم چون سری پیش اصلا اینطوری بودم که باید چیکار کنم. حالا ایلیا حرکت میکنه، نه نزدیکم نشد. ایلیا بریم این سری من دیوار سر میخورم یا نه؟ خیلی دوست دارم بدونم این سری خراب میکنم یا نه. حراز زیاد به رقیبا فکر نمیکنم، بیشتر به این فکر میکنم که اشتباهات قبلم انجام ندم طبق تجربه که دارم. کاش تو زندگی هم واقعا همه چی شانس مجدد داشت. اینکه شانس مجدد دوره بگیری بخوای اشتباهات رو اصلاح کنی واقعا چیز قشنگیه. رقیبش، حریفش از ایتالیا ایان فورتونا رو تشویق می‌کنیم که بری صحنه بیاد. I'm actually not looking much forward to it because I think I can't stand a chance. I got sick today so I think I'm just happy to be beside this amazing athlete. I would love to give my this card to someone else because I think I will not be able to perform my best, but I don't know if this is a possibility. Yeah, so we all got a bit sick, everybody that came from abroad. Maybe it's the difference of temperature, maybe it's being far from our routines. Well, who knows if I'll be one of them. باید بریم ببینیم که بین ایان و ایلیا کدومشون موفق میشن وارد مرحله نیمه نهایی ما بشن. این آخرین رقابته و هر کدومشون برنده بشن در نیمه نهایی میخورن به آرش دهقانی. 3 2 1 آخرین کسی که به مرحله نیمه نهایی میره کدوم ورزشکاره؟ موحد یا فورتونا؟ ایان میدونه که چقدر رقیب سختی داره، به اسم ایلیا باید تلاششو بیشتر کنه اگه میخواد خودشو به مرحله نیمه نهایی برسونه. حالا یه مقدار جلوتره ایلیا موحد، فورتونا توی قسمت پله دچار مشکل شده، اما ایلیا خودشو رسونده به سخت یا فورتونا. چقدر سخت داره جلو میره محله پله رو، باید مراقب باشه که تو آب نیافته. ایلیا اما اون سمت درب اول رد میکنه و منتظره که درب دوم گذر کنه.
حالا یا فورتونا با کمی تاخیر و خیلی فاصله به داخل سخت. ایلیا در دومم رد کرده، رسیده به درب سوم، منتظره که در سومم رد کنه و برسه به محله تو که اتفاق رخ میده. فورتونا با اون که خیلی عقب بود اما در دوم رو هم رد میکنه پشت درب سومه. این احتمال وجود داره که حالا تقریبا توی یه موقعیت زمانی هر دوشون رو پشت شیبه ما حاضر باشن و شانسشون رو امتحان کنه. درب سوم هم رد کرد. بیان فورتونا ایلیا باید عجله کنه، سریع کفشش رو تعویض کنه و خودشو برسونه به مرحله سخت شیب. به جز رقابتی که بهادر با احسان داشت بقیه رقابت ها خیلی فاصله نزدیکی رو انصافا شاهد نبودیم، به خصوص این مرحله و بازی که حالا رقابتی که آرش داشت با ویتالی بیتروک. ایلیا به نظرم میتونه یه بار بیشتر شانسش رو امتحان کنه نسبت به بیان فورتونایی که الان داره خودش رو میرسونه به مرحله شیب. قطعا ازش سوال میکنم، فکر کنم توی دستاش یه جراحتی داره که یه ذره براش سخت کرده ادامه کار رو. میدونیم که ایان ورزشکار قویه، تو شیب توی مراحل قبلی عالی بوده عمل کرده، واقعا فوق العاده. با کفشای اوران نصف محله رو پشت سر بذاره. ایلیا موحد میاد شانس رو امتحان کنه برای رسیدن به بالای شیب ما. خبری از کفشای اوران هم نیست، این دیگه قطعا کفشای خود ایانه که احتمالاً از ایتالیا اومده. از اون پودر فرمنگنات هم استفاده میکنم برای اینکه رطوبت دستشون رو بگیره. کدومشون الان زودتر شانسش رو امتحان میکنه؟ هر دو توی منطقه حاضر هستن و میخوان که یه صعود داشته باشن به دور بعدی مسابقه قهرمان. ایلیا تا لحظات دیگه میخواد شانسش رو امتحان کنه. فورتونا و اما ایلیا زودتر حرکت میکنه، میاد و میگیره. فورتونا هم اومد اما ایلیا کسیه که به محله بعدی میره. دیل تو دلمون نبود، میتونه چند ثانیه‌ای که ایان زودتر اومده زنگو بزنه. ایلیا بکنم داشت کفت پروم میکرد تا. آره نمیدونم چی کار میکرد ایلیا، ولی خیلی نزدیک بود باز همین رقابته. با اینکه ایان عقب افتاد یه لحظه نشون داد ایان فورتونا که میخواد بره، ایلیا گازشو گرفت. یه نیمه نهایی تمام ایرانی دیگه. یه نیمه نهایی تمام ایرانی رو امشب شاهد هستیم و ایلیا موفق میشه که خودش رو به مرحله نیمه نهایی امشب برسونه و باید با آرش دهقانی در اون مرحله رقابت کنه. ایان خیلی آهسته پیوسته رفت، فکر میکنم این تجربه رو به دست آورد که اونجا پای شیب به هر حال همه چی برابر میشه، برای همین خیلی به خودش فشار نیاد. I've been feeling my muscles very very sore and so in order to get like more fluidity out of my course so I don't do something and stop I decided to go more calmly and hopefully I would make through Ilya. یه احساسای دردی داشتم، یه احساس گرفتگی توی پشتم داشتم، مثلا سعی می‌کردم یه خود آهسته و پیوسته برم و یه دست برم، زیاد فشار نیارم که دفعه خستم بکنه و برنامه‌ریزیشم قبل از اینکه بیاد روسنه ما داشتیم صحبت می‌کردیم، برای همین منوال بود که گفت خیلی خودم خسته نکنم که تو اونجا بتونم کمتر نفس بگیرم، ولی دیگه خیلی سختم بود که بخوام از ایلیا بگذرم. یه خودش کلی بود و داشت میمیدیم صحبتش این بود که گفت اصلا نمیتونستم برم اینقدر دیگه خسته شدم، ولی ایلیا که دوی تازه من انگیزه گرفتم که برم. چار شد که تازه بره. تو بچه ها رو بغل کردی، لباست خیس شد؟ آره فقط هم همین برم خیس میشه، نمیدونم چرا. آره خاطر که اینجوری با شونه میان سمت. آره گفتم به جالب بود برام. ولی ببین علیرضا کاملا خشک و در حاشیه امنیت قرار گرفته. من مامرضا رو الگو خودم همیشه قرار میدم، میبینم خیسه فقط با بچه‌ها دست میدم. آره لحظات بسیار جذابی رو با ایان در مسابقه بین‌المللی قهرمان داشتیم. گفتم اون رقابتش با محمد علی
منشش، اخلاقش، بسیار پسر دوست داشتنی و ورزشکار درجه یک از کشور ایتالیا که میهمان ما بود و بسیار خوشحال شدیم از حضورش در مسابقه قهرمان. و جمله معروف من در مسابقه قهرمان، این آخرین قابی است که از ایان فورتونا ایتالیایی تماشا میکنید. Well, I know Ilya is a parkour athlete as well, and so in that sense we are sport brothers, and I'm very sure that in the finals he's not only representing Iran, but he's also representing myself. So, yeah, thank you. خوش به ما هم بگی که مردمم تجا. ایلیا خیلی از ورزشکارا که خارجی میان، حالا مثل خیلی از بچهای دیگه که میشناسنش، ایلیا هم چهره جهانیه و داشت میگفتش که من ایلیا رو به عنوان یه ورزشکار پارکور میدونم که مثل خودمه و خیلی خوشحالم که با ایلیا مسابقه دادم و اینکه وقتی میره فینال امیدوارم که قهرمان شه، نه اینکه نماینده خودش باشه، من نماینده من هم هست. خیلی هم عالی. چیزی که به یادگار از ایران به ایتالیا میبره چیه؟ Definitely the views. I love nature, so I'm in love with what Iran has to offer in this sense, but also the qualities of the people, so resilience and kindness, definitely. Thank you. میگه که خیلی وقت نکردم چیز زیادی ببینم برای خرید برم، ولی اتفاقی که میفته، یعنی چیزهایی که تا الان دیدم، این به قول گفته طبیعت ایران و مردم خوب و فوق‌العاده شه که قطعا به یادگار در ذهن من خواهد موند و با خودم میاد. خیلی متشکرم ازش. اگه حرف پایانی داره ایان با مردم ایران، با مخاطبین ما در پای گیرنده ها و تماشاگرامون، میشنویم. Well, I want to thank everybody that came here to watch us do the course, and I want to thank all the athletes. It's been an honor to just share the course with all of you. میگه از کسایی که اومدن اینجا ممنونم که اومدن و تشویق کردن و اینکه حمایت کردن و اینکه تمام ورزشکارهایی که با ما به اشتراک گذاشتن این مسیر رو، ممنونم از همشون. ما هم از شما ممنونیم ایان جان، بسیار خوشحال شدیم از حضورش در ایران، حضورش در مسابقه بین‌المللی قهرمان، و قطعا اخلاق و منشش و معرفتش چیزی است که از ایان به یادگار برای ما میمونه. بسیار ورزشکار حرفه‌ای و خوش اخلاقی بود و براش آرزوی موفقیت میکنیم. Thank you so much. Thank you. بله، و ایلیای خودمون که کار رو تمام کرد و یه نیمه نهایی کاملا ایرونی امشب خواهیم دید، و چیزی که مسجله اینه که دوتا ایرانی میرن فینال فینالیستا و به جمع ورزشکارهای ما اضافه میشن. ایلیا چطور بود رقابت با ایان؟ باعث افتخارم با ایان مسابقه بدم و خیلی خوشحال شدم که باشون آشنا شدم. از یه طرفی هم به این موضوع اشاره کردن که من تو را قبل میشناسم، مثل خیلی ورزشکار دیگه که اومدن ایران مسابقه بدن من را قبل میشناسم، واقعا باعث افتخاره، چون تلاشم به این نتیجه رسیده که دیگه کل جهان من تو این جامعه پارکور میشناسم، ولی خب متاسفانه تو ایران کسی منو نمیشناسه، ولی با این وجود اینکه اینقدر تلاش کردم یه جهان منو میشناسم باعث افتخاره باشه. الان دیگه به نظرم تو ایران همه شما رو به واسطه مسابقه قهرمان میشناسن، چون نوپاس در ایران تازه، حالا علیرضا مرزا بهتر میتونم به من بگن، تازه رسمیتی پیدا کرده و یه فدراسیونی و یه به هر حال تشکیلاتی و کاغذبازی و اینها، حتما ورزش ناشناخته یه ایلیا در ایران، ولی خدا رو صد هزار مرتبه شکر راه افتاده و داره به صورت حرفه‌ای در ایران دنبال میشه، مثل بقیه ای رشته ها فدراسیون براش زدن، نمیدونم کاراشو انجام دادن و اینا، که بچه هامونو بتونیم بفرستیم مسابقات بین المللی با پرچم ایران ایشالله. خیلی ممنونم هم از ایان هم از ایلیا، و آماده میشیم برای نکته‌ای داریم هم عرضا؟ این رشته خیلی ساله تو ایران هستش، بله میدونم، به سطحی که میگی شاید مثلا تک و توک اونجور که باید و شاید شناخته شده نیست، ولی یه شروعی داشته، حالا به صورت قانونی خود فعالیت کردیم، ولی دم بچه های این رشته گرم که تلاش نوشونو میکنن که خودشون رو به عنوان نماینده ایران، نه به عنوان یک فرد، معرفی کنن، و این به نظر من قابل تقدیره، چه تو شرایط سخت چه تو شرایطی که براشون مهیا بوده، باز تلاششون این بوده که پرچم ایران همیشه اولویتشون باشه. از همینجا دستشون رو میبوسیم و واقعا تشکر میکنم از همشون. خیلی هم ممنون هم از ایان هم از ایلیا. آماده میشیم برای نیمه نهایی امشب. از بین ایلیا، آرش دهقانی، مصطفی حرمتی و
بهادر خودپسند دو نفر فقط میتونن وارد فینال فینالیستا بشن. این هیجان رو از دست ندید.